از جمله الله عظیم و مهیمن جمال اقدس ابها که میتوان اون را حتی از جمله الله متمم کتاب و کتاب اقدس محسوب داشت، اگرچه این اصلاح متمم کتاب و کتاب اقدس اصلاح متشابهی است و میتواند از لحاظهای مختلف بر آثار متعدد اطلاق بشود، بعضی از این الله تصریح هست در آثار و توقیعات و دست خطها که جزء متمم کتاب اقدس محسوبند. به هر صورت یکی از الواحی که شامل بعضی از اصول مهمه تعالیم روحانی و اخلاقی و اجتماعی امر بهایی است، لوح دنیاست که دو نفر از ایادی امرالله در زمان حضرت بهاءالله، خود مولا علی اکبر شهمیرزادی معروف به علی قبل اکبر یا حاجی آخوند و همینطور حضرت امین که به زندان افتادند، اسمشون در صدر این لوح آمده و به همین جهت افتخار لایزال نصیب حالشون شده است و به مناسبت حبس این دو تن و استقامتی که نشون دادند بر ایادی امرالله تکبیر و ثنا فرستادند و اونها رو آیات استبار و تفویض امر به اراده الهی دانستند و باعث تموج بحر عطا و وزش عرف عنایت خدا محسوب داشتند و حفظشون رو حراستشون رو هم از خدا خواستند. بعد از این مقدمه که در صدر مطلب عنوان شده است و فضلی که شامل حال ایادی امر در این لوح مبارک فرموده اند، مطالب متعدد لوح آغاز می شود که شامل رؤوس تعالیم یا بعضی از رؤوس تعالیم است، با جمله های قصار در تلو کلام به مناسبت، بدون اینکه تسلسل خطاب از میان برود یا همونطور که روال کتب آسمانی است جنبه خطابی و مقالی خودش را از دست بدهد و گرفتار تقسیم بندی ها و طبقه بندی های خشک و بیروح کتاب های فلسفی و علمی بشود، جا به جا این مطالب را بیان می فرمایند، عنوان می فرمایند. و اگر ما بخواییم مطالب رو حالا جدا جدا عنوان بکنیم، در واقع به قصد این است که لوح را از قالب بدیع خودش خارج کنیم و به صورت متداول در تشریح مطالب در بیاوریم، که البته برای کسانی که با خود لوح و لحن بدیع کلام الهی آشنایی دارند لطف کلام را به این ترتیب از میون میبرد، ولی برای اذهانی که عادت به طبع‌بندی مطالب دارند شاید گاهی به عنوان مقدمه‌ای مفید باشد تا رغبتشون رو به مطالعه اصل کلام جلب بکنه. در این لوح مبارک مطالبی راجع به ایران هست، راجع به گذشته ایران و راجع به این که ایران چه تاریخ بزرگی دارد، ایران چه آثار عجیب و عظیم مدنی و علمی و روحانی و سیاسی داشته است و حیف می دانند و افسوس می خورند که در حال حاضر در زمان لوح در دوره قاجاریه به چنین روزی افتاده باشد و دعوت می کنند ایرانی ها رو به این که چنان باشند که بودند
و حیف است که چنین بمانم که هستند. می فرمایند ای اصحاب ایران، شما مشارق رحمت و مطالع شفقت و محبت بوده اید و آفاق وجود به نور خرد و دانش شما منور و مزین بوده. آیا چه شد که به دست خود بر هلاکت خود و دوستان خود قیام کردید؟ البته پروردگار رحیم که در اینجا از قومی که اون قوم رو قوم افضل یا نتوانیم بگیم، چون شاید معنی نداشته باشه، قوم فاضل و محبوب می داند، علی الخصوص هموطنان مظهر امر خودش می شمارد، به یاد می آورد که چی بودند و حالا چرا می باید چنین کنند یا چرا می باید چنین شوند. البته این چرا می باید چنین شوند اشاره به وضع خاص ایران در دوره قاجاریه است، و چرا می باید چنین کنند اشاره به وضع خاصی بود که در اون دوره برای احبا علی الخصوص پیش آمد. در اون دوره یعنی اواخر یا نزدیک به اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یعنی نیمه دوم یا سلط سوم سلطنتش. این وضع خاص مظلومیت احبای جمال ابها در ایران بود و ظلم و ستمی که مدام وارد می شد از طرف دولت و ملت بر این حزب ناجی منجی که کمر به اصلاح عالم و امم بسته بود. مصادف بود با شهادت شهدای یزد، به همین جهت شکوه می برم که شما که ملت شفقت و امت محبت بوده اید و اهل رحمت به شما را آمده اید، چگونه شد که حال به این درجه از ظلم و ستم قائم شده اید؟ می فرمایند امروز ناله عدل بلند و حنین انصاف مرتفع، دود تیره ستم عالم و امم را احاطه نموده، که البته می تونه شامل همه عالم در اون روز باشد، منتها بالاخص خطاب به ایران است. و جا به جا در سراسر لوح به این مطلب برمیگردند و در جای دیگر میفرمایند که در امر بهایی ایران تا چه اندازه ممدوح و مقبول به این مناسبت که مهد امر الله است و محل طلوع دین الهی است. و اشاره به مطلبی میفرمایند که در کتاب مصطاب اقدس در ذکر تهران و شأن تهران و همینطور در لوح عرض تا خطاب به تهران نازل شده، و در اینجا برمیگردانند مطلب رو و تأکید دربارش میفرمایند در کتاب اقدس در ذکر عرض تا نازل شده آنچه که سبب انتباه عالمیان است. و میدانیم که در کتاب اقدس درباره عرض تا و بشارت راجع به عرض تا و وقایعی که در عرض تا در شهر تهران پیش میآید و سرانجام عظمت آسیه عرض تا و اینکه مطلع فرح عالم خواهد شد به این مناسبت که مرکز طلوع اسم اعظم است، اینها رو به یاد میارند و البته متاسف میشوند که در قبال این همه عزت و عظمت که برای همچو سرزمینی مقدر است، قوله تعالی ظالم های عالم حقوق امم را غصب نمودند و به تمام قوت و قدرت به مشتهیات و نفوس خود مشغول بوده و هستند. لحن تأسف را ملاحظه می‌فرمایید در کلام مبارک تا چند اندازه است
که توجه به مشتهیات نفوس باعث شده است که زمامداران عالم حقوق امم رو غصب بکنن و باعث این همه ظلم و ستم بشوند. و بعد می فرمایند از ظالم عرض یا ظاهر شد آنچه که عیون ملع علا خون گریست. می دانید که منظور ظالم عرض یا جلال و دوله است که یک بار در دوره حضرت بهاءالله و بعد بار دیگر در دوره حضرت عبدالبها در زمان حکومت او در یزد ظلم عجیب و غریبی در نهایت قساوت قلب بر احبای اون شهر وارد شد. و قلم اعلا در اینجا باز نمیتواند فضلش رو فراموش بکند و حسرتش رو از اینکه ایران چنان ایرانی که از جمله ممالکی به شمار می آمد که مهد فرهنگ و تمدن و علم و ادب عالم به حساب می آمد، چرا باید این طور بشه؟ می فرماین آیا چه شده که اهل ایران مع اسبقیتشان در علوم و فنون حال پست تر از جمیع احزاب عالم مشاهده می شود؟ فندق نصیحت می فرماین یا قوم در این یوم مبارک منیر خود را از فیوزات فیاض محروم ننمایید. امروز از صحاب رحمت رحمانی امطار حکمت بیان نازه. بار دیگر بعد از ذکر مطالب دیگر جر کلام قلم اعلا رو باز به ایران و ذکر ایران برمیگرداند و میفرمایند هر یوم نار ظلمی مشتعل و سیف اعتصافی مسلول. سبحان الله، بزرگان ایران و نجبای عظام و اخلاق سبعی فخ می نمایند. حیرتان در حیرت آمد زین قصص. و این اخلاق سبعی که از بزرگان ایران ظاهر شد در دوره قاجاریه نسبت به بهائیان در قتل عام‌های شنیع و فجیع از دوره حضرت باب تا دوره حضرت بهاءالله و بعد در دوره حضرت عبدالبها در تاریخ ثبته. و اینجا اشاره به عموم این وقایع است، علل خصوص به واقعه یزد که همزمان با تعلق اراده مبارک یا شاید وسیله تعلق اراده مبارک به نزول این لوح بوده است. بعد اون وقت راه رهایی برای ایران نشان میدهم، برای رهایی از ظلم، همون که در کتاب اقلس اشاره شده بود در اینجا تشریح میفرمایند. اون رو میفرمایند از برای ایران قانون و اصولی لازم و واجب، ولیکن شایستان که حسب الاراده حضرت سلطان عیده الله و حضرات علمای اعلام و عمرای عظام واقع شد، باید به اطلاع ایشان مقرری معین گردد و حضرات در اون مقر جمع شوند و به حبل مشورت تمسک نمایند و اون چرا سبب و علت امنیت و نعمت و ثروت و اطمینان عباد است معین فرمایند و اجرا دارند، چه اگر به غیر این ترتیب واقع شود علت اختلاف و زوزا گردد. یعنی درست اون چه در کتاب اقدس مقدر بود در اینجا تکرار می فرمایند که باید مجلسی که با اجتماع این طبقات یا با اطلاعشون تشکیل می شود قوانین و اصولی تعیین بکند و در اون مجلس مشورت بشود تا اینکه امنیت و نعمت و ثروت اطمینان برگردد و ظلم دفع بشود، و الا می فرمایند اختلاف و زوزا حتمی است. و ملاحظه فرمودید که نکردن و اختلاف و زوزا هم به اراده الهی تحقق یافت. و بعد بار دیگر بعد از مطالبی دوباره به ایران برمیگردم، گویی جمال ابها مسقط رأس خودش و مهد امر خودش رو هرگز از نظر عنایت دور نمی دارد و پیوسته حالش نگران این کشور است، این آب و خاک است، پیوسته روی دلش به سوی ایران است، با اینکه ایران این فرزند خود رو تا
ترک گفته و از سر ظاهر بیرون رونده، دور انداخته، نخواسته، نپذیرفته، با همه این نظر محبت او کماکان به این خاندان، به این دودمان، به این آب و خاک ناظر می‌فرمایند لازال آفتاب بزرگی و دانایی از افق سماع ایران طالع و مشرق، حال به مقامی تنزل نموده که بعضی از رجال خود را ملعب جاهلین نمودند. و البته بعضی از این جهال هم به عنوان نمونه اشاره کردند که چگونه به صورت مشکوک و مبهم و ذو جنبتین یا حتی ذوات وجوه اولیای امور رو ملعب خودشون قرار دادن و به جاهایی میخواستن بکشانن که عین فساد بود. بعد از ذکر این وقایع که جا به جا در سراسر لوح برمیگردن و تکرار میشود، در ذکر عظمت امر و اینکه هر ظلمی وارد بشود مانع این عظمت نخواهد بود و امر مستقر شده، امر خودش رو ظاهر کرده و برقرار ساخته و با چنین مظالمی نمیتوان با امر بهایی کاری رو که میخواهند بکنند، صفحات لوح رو زینت میبخشند. میفرمایند خیمه امر الهی عظیم است، جمیع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت. چرا؟ خود قلم اعلی دوباره برمیگرده. چرا اینطوره؟ چرا خیمه امر عالم عظیمه؟ برای اینکه خدا با این امر عالم رو خواسته است احیا بکنه و این قلم به حرکت در آمده و عالم به احیا خواهد شد. نص بیان اینه: از حرکت قلم اعلی روح جدید معانی به امر عامر حقیقی در اجساد الفاظ دمیده شد و آثارش در جمیع اشیای عالم ظاهر و هویدا. این است بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری شده. وقتی اراده به این شده است که قلم اعلی به حرکت در بیاید و در جسد لفظ روح معنی بدمد و آثار این روح معنی رو در جمیع اشیاء عالم ببینید، دیگر اون وقت محلی برای اینکه بتوان با ظلم و ستم جلوگیری کرد از چنین امری نمیماند. بار دیگر بعد از چند مطلب تأکید در این باره اینطور میفرمایند که امروز از صحاب رحمت رحمانی امطار حکمت و بیان نازل، طوبی لمن انصف فی الامر و ویل للظالمین. امروز هر آگاهی گواهی میدهد بر این که بیاناتی که از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم. بار دیگر میفرمایند خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده، با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامعه بشناخت. کدوم دوست؟ دوستی که در سنه 1260 خودش رو به نام حضرت اعلی، حضرت باب، به صورت مبشر امر بهایی ظاهر ساخت و در سنه 1280 نقاب از چهره خود برانداخت تا عالم رو به نور جدید روح بدیع فائز بکنه. و حالا اکثر عالم استعداد این رو پیدا کرده که این کلمه اولیا رو بشنود، مبعوث و محشور بشود به این کلمه اولیا. گیتی به انوار این کلام است، گیتی به انوار نیر ظهور منور، چه که در سنه 60 حضرت مبشر روح ما صباح و فداح به روح جدید بشارت داد و در سنه 80 عالم به نور جدید روح بدیع فائز گشت. حال اکثر اهل بلاد مستعدند از برای اسقاء کلمه اولیا که بعث و حشر کل به آن منوط و معلق است. وقتی عظمت امر بیان شد
و اینکه امر مستقر شده، امر جایگزین شده، امر ظاهر شده، ریشه گرفته، اون وقت دعوت به نصرت امر می‌فرمایند. از احبا دعوت می‌فرمایند که به نصرت امر قیام کن. البته وقتی گفته می‌شود به نصرت امر قیام بکنن، ممکنه این قیام تأویل به اقسام قیام بشود که برای پیروز ساختن مرامی، پیروز ساختن مسلکی، پیروز ساختن دیانتی، پیروز ساختن اعتقادی پدید بیاید. به همین جهت تصریح به نوع نصرت می‌فرمایند. توجه فرمید، این کلام اینه: روز روز شماست و هزار لوح گواه شما، بر نصرت امر قیام نمایید. و در همین جا می‌فرمایند به این بیان و به جنود بیان، به تسخیر افعده و قلوب اهل عالم مشغول شوید. یعنی وسیله نصرت امر مبارک بیان است، سخن گفتن است. چرا؟ برای اینکه یعنی سخنانی که گفته می شود تمام طور که فرمودن روح معنی دمیده شده و این روح معنی حیات بخش. پس در واقع نصرت امر با بیانه، با سخن گفتن. گذشته از این که باید گفت که در واقع به نص صریح قلم اعلی دو جند، دو سپاه برای نصرت امر داریم: یکی بیان است، یکی حکمته، یکی سخن گفتنه، و یکی راه دانستنه، تدبیره، دانستن و گفتن. و بعد این دو سپاه می‌فرمایند تحت فرماندهی یک سردار باید به نصرت قیام بکند و اون سردار تقواست، پرهیزکاریست، که اگر اون سردار نباشد در واقع این دو سپاه بی سر و بی سرور میمانند، و اگر این دو سپاه نباشد باز اون سردار شاید به کار نیاید. یعنی بیانی که از تقوا مایه بگیرد و حکمتی که تقوا اون رو هدایت بکند وسیله نصرت امر. نصرت امر برای چی؟ هدف احبا نصرت امر چی باید باشه؟ خودشون می فرماین: بگو ای قوم، به قوت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمایی، که شاید عرض از اسنام زنون و اوهام که فی الحقیقه سبب و علت خسارت و ذلت عباد بیچاره اند پاک و طاهر گردند. این اسنام حائلند و خلق را از علو و صعود مانع، امید آن که ید اقتدار مدد فرماید و ناس را از ذلت کبرا برهاند. یعنی هدف از این نصرت که با بیان و حکمتی که تحت هدایت تقوا به کار می‌پردازد حاصل می‌شود این است که مردم آزاد بشوند، رها شوند. از چی آزاد بشن؟ از اسنام، از بت‌ها. بت‌ها چی هستند؟ زنون و اوهام. اسنام زنون و اوهام. یعنی کاری باید کرد با این نصرت که حقایق به میان بیاید تا زنون و اوهام از میان برود، و به این ترتیب است که مردم میتوانند آزاد بشوند، میتوانند رها بشوند و عالم اصلاح بشود. اصلاح عالم به چیست؟ باز در جای دیگر لوح تأکید میفرماید: اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه بوده. ناصر امر اعمال است و معینش اخلاق. یا اهل بها به تقوا تمسک نمایید، هازا ما حکم به المظلوم و اختاره المختار. ملاحظه فرمودید که در قسمت اول به یکی از دو سپاه نصرت امر اشاره فرمودند که بیان بود، و اینجا به سپاه دیگر این نصرت اشاره می فرمایند که اعمال است، اخلاق است، حسن اعمال اخلاق است که مجموعه اونها تقوا می شود. بار دیگر بعد از آیات دیگری می رسند به همین جا و بر می گردن و تأکید می کنند، سخن را از سر می گیرند و همین تأکید را از نو به جا می آرند.
این مظلوم حزب الله را از فساد و نزاع منع فرمود و به اعمال طیبه و اخلاق مرضیه روحانیه دعوت نمود. امروز جنودی که ناصر امرند اعمال و اخلاق است. طوبی لمن تمسک بهما و ویل للمعرضین. یعنی بار دیگر تأکید می‌فرمایم که مبادا از این که من شما را دعوت به نصرت امر کردم، دعوت به قیام کردم برای ترویج حقایق امر بهایی، به اینجا برسید که تصور بکنید میتوانید برای این قیام به نزاع و جدال هم بپردازید، فساد هم راه بیندازید. تأکید می‌فرمایم که ما شما رو از اینها منع کردیم و به اعمال طیبه مرضیه امر کردیم و تکرار می‌فرمایم که جنودی که ناصر امرند اعمال و اخلاق است. برای اینکه چنین شود، یعنی برای اینکه اعمال و اخلاق ظاهر شود و به کار بیفتد، راه نشون میدن. می‌فرمایند برای اینکه حسن اعمال اخلاق جلوه بکنه، این کلام این است که به مفتاح قلم اعلا ابواب افعده و قلوب را گشود. چرا؟ برای اینکه باز می‌فرمایند هر آیه ای از آیات منزله بابی است مبین از برای ظهور اخلاق روحانیه و اعمال مقدسه. هر آیه از کتاب که تلاوت شود یه دری است برای اینکه به روی اخلاق و اعمال باز بشود. و اون وقت اخلاق و اعمال جلوه بکنه. وقتی جلوه کرد، نصرت برای امر بهایی که این حقیقت است باشد. به چند خلق مهم از این کرائم اخلاق تصریح میکنن به اسم رسم. از جمله ادب است که با تأکید بسیار بیان شده. قوله تعالی یا حزب الله شما را به ادب وصیت مینمایم و اوست در مقام اول سید اخلاق. ما همیشه این بیان مبارک رو ورد زبان خودمون میکنیم که مبادا در دنیایی که روگردانی از ادب یک نوع رسم راه شده، یک نوع شرط فلاح و نجاح شده، ما هم ادب رو فراموش بکنیم. همیشه به منزله سرحلقه و سرسلسله حرکات و سکنات خودمون ادب رو مراعات میکنیم و برای لزوم مراعات اون این دستور رو به عنوان شعار خودمون تعلیم و تلقین میکنیم. به حدی در شأن ادب تأکید می‌فرمایند که حتی خودشون رو شریک در شمول فضل الهی برای موفق شدن به ادب می‌خواهند با احبا. این بیان این است: امید آن که این مظلوم و کل به آن فائز و به آن متمسک و به آن متشبث و به آن ناظر باشیم و مرجع این ضمیر آن در همه این موارد ادب است که قبلا مذکور شده. از جمله این اصول اخلاق که در این لوح تأکید دربارش می شود، به اشاره مخصوص به اون می شود، محبت است. به این بیان می فرمایند یا حزب العدل باید به مثابه نور روشن باشید و مانند نار سدره مشتعل. این نار محبت احزاب مختلفه را در یک بساط جمع نماید و نار بغضا سبب و علت تفریق و جدال است. می فرمایند مثل نور روشن باشید و مثل آتش مشتعل. و بعد بلافاصله آتش رو معنی می کنند. می فرمایند این نار محبت، یعنی منظور از آتش مشتعل شما باید باشید نار محبته که می تونه احزاب مختلف رو در یک بساط جمع بکنه. چرا؟ برای اینکه نار بغضا، نار بغض سبب تفریقه، سبب جدا ساختنه، سبب از میان بردنه. اما نار محبت سبب جمع کردنه و ما این اجتماع رو میخواییم، نه اون افتراق رو. و البته میتواند این مطلب جواب اون شبهی هم باشد که برای احبا وارد میکنن که جمال مبارک در لوح احمد فرمودن که کن که شعلت نار لعدائی و کوثر البقاء لاحبائی، برای دشمنان من مثل شعله نار باش. یعنی پس به اختزای این کلام
احبا باید دشمن رو بسوزانند و دشمن رو و دوست رو کوثر بقا بیاشامند بنوشانند. و حال اون که خود صاحب کلام در کلام دیگر خودش و در بسیاری دیگر از موارد کتاب خودش این مطلب رو معنی می‌فرمایند و از جمله همین است که اینجا صراحتاً فرمودند. وقتی عین آن بیان رو ذکر کردند که باید به مثابه نور روشن باشید و مانند نار صدر مشتعل، بلافاصله فرمودند این نار محبت است. چرا؟ برای اینکه نار محبت است که احزاب مختلف رو جمع می‌کنه و الا نار بغضا متفرق می‌کنه و ما برای جمع آمده ایم نه برای تفریق. شکر خدا را به جا میارن که نصایحشون تأثیر کرده و احبا مقامی رسیدن که این مواعظ را در عمل بارز و ظاهر میفرمایند. و این شکری که جمال مبارک به درگاه خدا میکند یکی از وقایع تاریخ امر رو مفتخر و مباهی کرده است، چون به مناسبت همون واقعه نازل شده و اون واقعه همین است که در عشق‌آباد وقتی که اون شهید مجید رو که اگر حافظم یارا بکند باید بگم حاج محمد رضای اصفهانی بود به شهادت رسانیدند و حکم اعدام قاتل در محکمه عدلیه در دادگاه نظامی زمان صادر شد، احبا شفاعت از قاتل کردن و حکم قتل تخفیف پیدا کرد، تعدیل پیدا کرد. جمال مبارک شکر این رو می فرمایند که اینقدر مواعظشون تأثیر کرده که احبا به این مقام رسیدن که از دشمن شفاعت می کنند و چشم صاحب امر رو روشن می کنند به همچو شفاعتی، به همچو محبتی. ببینید تا چه اندازه فضل جمال مبارک شامل حال میرزا ابوالفضل گلپایگانی و سایر دوستان بهایی در اون شهر شد که این کار رو کردن و تا چه اندازه این مقام و عظمت قرین شد که در لوح دنیا ثبت شد. میفرمایند این مظلوم در لیالی و ایام، نه یک بار نه دو بار، در لیالی و ایام به شکر و حمد مالک انام مشغول، چه که مشاهده شد نصایح و مواعظ تأثیر نموده و اخلاق و اطوار این حزب به درجه قبول فائز، چه که ظاهر شد آنچه که سبب روشنی چشم عالم است و آن شفاعت دوستان از دشمنان نزد عمرا بوده. کردار نیک گواه راستی گفتار است، امید آنکه اخیار و روشنی کردار گیتی را روشن نماید. ملازم فرمید که این امر نه تنها باعث شکرگزاری و شادمانی خودشون میدانند بلکه سبب روشنی چشم عالم دانستن. یعنی عالم چشمش روشن شد به اینکه با تأثیر یکی از تعالیم جمعی به مقامی رسیدن که میتوانند از دشمن شفاعت بکن و همین اخلاق است که تسری آن به جمعی اهل عالم میتواند موجب نجات بشود و خواهد شد. یکی دیگه از این اوصاف که به اسم و رسم تصریح شده است در این لوح مبارک بخشش و عطاست و یکی دیگر ممانعت از نفس اماره است، مقاومت در مقابل هوای نفس است. که این دو جا رو، این دو تعلیم رو وقتی پیاپی در یک جمله بسیار کوتاه ذکر میکنن باز مطلبی واضح میشود در این که آتش به چه معنی است. میفهمین نفوسی که به این مظلوم منصوبن باید در مواقع بخشش و عطا ابر بارنده باشن و در اخذ نفس اماره شعله فروزنده. ببینی شعله رو چطور معنی می کنن؟ شعله آتش رو، و این شعله آتش شعله ایست که نفس اماره رو، نفس اماره رو می گیرد و می سوزاند و از میان می برد و مانع بروز محبت رو زایل می کند تا محبت بتواند چنان که از ظاهر شود.
تا بار دیگر معلوم بشود که آتشی که به دست بهائیان در مقابل دشمنان امر روشن می شود آتش محبت است. با این اخلاق و اعمال که در نصرت امر از ما ظاهر می شود، اون چه پیش خواهد آمد چی خواهد بود؟ می فرمایم اون چه پیش خواهد آمد این خواهد بود که مردم به آسایش و آزادی خواهند رسید. درست ملاحظه بفرمید، نتیجه حاصله از این همه همت، بذل همت در نصرت امر بهایی رو آسایش و آزادی اهل عالم دانست. شامیان باید از شما ظاهر شود آنچه که سبب آسایش و راحت بیچارگان روزگار است. کمر همت را محکم نمایید، شاید بندگان از اسیری فارغ شوند و به آزادی رسند. بیان فرمودم حاصل این نصرت آسود ساختن بیچارگان است و آزاد کردن بندگان. البته در این میان موانعی وجود داره. وقتی قیام به نصرت امر کسی می کند، بیان می کند حقایق تعالیم بهایی رو و سعی می کند اخلاق و اعمال خودش رو ضامن پیشرفت مقصد حقیقی خودش که آسوده کردن بیچارگان و آزاد کردن بندگان از طریق القاء محبت، از طریق تعمیم قانون محبت در سراسر عالم باشه، موانعی بر سر راهشون پیدا میشه، مشکلاتی به وجود میاد و ممکن است بر ضعف‌ها ترس عارض بشه. در همین جاست که از این ترس احبا رو برحذر می‌دارن. البته ممکن مشکلاتی به وجود بیاد، اما تعلیم می‌فرمایند که کسانی که مانع و رادع روحانیت باشند، اینها کسانی نیستند که ازشون بتوان ترسید، برای اینکه بسیار زود از میان رفته و خواهند رفت. شامیان بگو ای دوستان، ترس از برای چه و بیم از که؟ گل پاره های عالم به اندک رطوبتی متلاشی شده و میشوند. موانع روحانیت رو، مخالفین محبت الهی رو به صورت کلوخ ها تشبیه میکنند که تا رطوبتی بهشون برسد متلاشی میشوند. صخره سما نیستند، سنگ خارا نیستند، کلوخند. فقط رطوبت کافیست برای اینکه از میانشون ببره. یعنی صرف این که چند ذره خاک دور هم جمع بشود و با هم یک شیئی رو تشکیل بدهد که به نظر سخت و سفت و محکم میآید، نباید ما رو بترساند. چرا؟ برای اینکه هر اجتماعی باعث موفقیت نیست. و در همین جا به همین مناسبت یکی از حکم بالغه الهی را ذکر می‌فرمایم که گاهی اجتماع باعث تفریق می‌شود. خود اجتماع باعث تفریق میشه، باعث جدایی میشه. چون قبلا که از هم جدا بودن چند شه یا چند شخص، به این جدایی توجه نداشتن، هر کدوم راه خودشون رو می‌رفتن، نمی‌دانستن که تنافر بینشون هست. اما وقتی جمع شدند و با هم نساختند، اون وقت این تنافر ظاهر می شود، این تعارض ظاهر می شود و تفریق رو به وجود می آورد و بعد از اون دیگه اون اجزا و اعضا به هم پیوند نمی پذیرند، چون تنافرشون ظاهر شده، چون تعارضشون پدید آمده. مگر اینکه اجتماع بر مبنای حقیقت باشد، حقیقتی این جمع رو جمع کرده باشد، حقیقتی که در مقابل وهم، در مقابل اوهام قرار میگیرد. میفرمایند نفس اجتماع سبب تفریق نفوس موهوم است. نفس اجتماع، تکرار میکنم، نفس اجتماع سبب تفریق نفوس موهوم است. موهوم از وهم، وهم در مقابل حقیقت. بنابراین اگر بخواهیم اجتماع باعث تفریق نشود، اجتماع باعث توحید بشود، این اجتماع باید از حقیقت مایه بگیرد و الا باعث جدایی خواهد شد، باعث نفاق خواهد شد.
باعث بروز یک اختلاف مکنون و مستور خواهد شد. و اون چه از این میان به وجود خواهد آمد چیست؟ نزاع و جداله. میفهمین نزاع و جدال شأن در رنده های عقل. البته میدانید در جای دیگر با بیان دیگری تتمیم فرمودند این کلام رو و اخلاق پسندیده شأن انسان، یعنی میرسند به اون اصل مطلب در دیانت بهایی که سعی در محو آثار نزاع و جدال باشد. و در اینجا اشاره به یکی از آثار اهتمام شخص خودشون، البته به بیان بشری میگوییم آثار اهتمام شخص خودشون، والا باید بگیم یکی از آثار ظهور اراده الهیه رو به واسطه ایشون شرح میدهند و در دو سه مورد به اون رجعت میفرمایند، رجوع میفرمایند، برمیگردند و حتی گاهی افتخار میکنند، مباهات میکنند به اینکه چنین واقع شده است و در ایام حیات ایشون چنین واقع شده است. و اون این است که میفرمایند اون قیام اول احبا رو در دوره بابیت که به شمشیر بود، قیام به سیف بود، چگونه توانستند تبدیل به این بکنند که آثار رحمت و شفقت و عنایت و محبت جایگزین اون بشه. البته اون به جای خود لازم بود در دوره خود، منتها باید جای خود رو بدهد به چیز دیگری که لازم است در دوره دیگر. اگر قیام به سیف لازم نبود در دوره بیان، احبا این کار رو نمی کردن، در اوایل امر این کار رو نمی کردن. اما اگر ادامه اون لازم بود در دوره هست بهاءالله از اون ممنوع نمی شدن. اون قیام به سیف لازم بود برای برخواستن، برای اعلان وجود، برای حمله به جنود زلال، برای در هم ریختن بساط زنون اوهام. اما اگر به همون صورت ادامه پیدا می کرد، نتیجه حاصل چی می شد؟ تبدیل حزب بابی به صورت یکی از احزاب تروریست و آنارشیست و نیهیلیست رایج و متداول اون زمان، مثل اسماعیلی یه دوره حسن صباح به صورتی در آمدن که ناگزیر باید در شعب و شقوق کوه‌ها و دره‌ها در کمین بنشینند، یا مثل خوارج صدر اسلام فرقه‌ای و دسته‌ای به وجود بیاورند و امثال این مطالب. میبایست اون قیام جای خودش رو بدهد به یک دوره که در اون دوره اساس امر مستقر شده و بر اثر اون قیام کسانی توجه به ظهور جدید الهی، امر بدیع الهی با مقاصد بدیعه اون کرده اند و حالا با توجه به همین حقایق، با استقرار بر یک بساط امن و عدل و آسایش، در سرد تعمیم و تعلیم و تبلیغ این حقایق اخلاقی برآمدند. به این امر که توانستند چنین بکنند مباهات میکنند، یعنی بهتر است که بگیم حمد خدا را به جا می آورند که در زمان حیات ایشان یک همچو نصرتی شامل حال امر بهایی شد و از این پس احبا از فتنه و فساد ممنوع شدند. و البته می دانید که بعضی از بدخواهان در بعضی از کتب که می خواستند اهل بها رو هم مانند قیام کنندگان اوایل امر که اونها از مقاصد حقیقیشون بیخبرند به صورتی نگه دارن که بتوانند به کار بگیرند بر خدمت بعضی از مقاصد، چون از بها الله اینها رو مایوس فرمود از این جهت، به همین سبب بر بهاییان طعنه زدند و هنوز هم میزنند. شما کتاب هایی رو میبینید در اونجا به حکم این غرض از اوایل امر به صورت یک قیام توأم با نزاع و جدال تمجید میکنن و بعد از اینکه این
قیام بعدن جای خودش رو به نصرت امر از طریق حکمت و بیان و به حکم تقوا داده است و باعث شده است که امر مستقر بشود و منتشر در سراسر عالم بشود و به صورت امر بدیعی که دعوت کننده همه جهانیان است در بیاید ناراحتند. باری می‌فرمایند به یاری باری شمشیرهای برنده حزب بابی به گفتار نیک و کردار پسندیده به غلاف راجع. این خدا موفقم کرد که شمشیرهای برنده رو به غلاف برگردانم و گفتار نیک و کردار پسندیده رو جایگزین اون بکنم. چرا؟ برای اینکه باز به نص صریح کلامشون لازال اخیار به گفتار حدائق وجود را تصرف نمودن. بگو ای دوستان حکمت را از دست مدهید، نصایح قلم اعلا را به گوش هوش بشنوید، عموم اهل عالم باید از ضر دست و زبان شما آسوده باشند. به این ترتیب اهل عالم را راحت کردند که از دست بهایی و از زبان بهایی ضرری متوجه او نخواهد شد و به همین جهت میتواند با بهایی معنوس و معلوف و محشور بشود و بیان او رو که با حکمت ادا میشود و از تقوا مدد میگیرد بشنود و البته اثر درش میکند. اما اگر اثر نکرد ذرهم فی خوضهم یلعبون، یعنی باید در حقشون دعا کرد و گذشت و این هم باز تعلیم دیگری است جمال ابهاست. و بعد بعضی از خصوصیات این امر اشاره می‌فرمایند که چگونه بعضی از تعالیم رو که در اون چند سال اول به عنوان خط مشی اهل بیان لازم بوده است که انتخاب بشه نسخ فرمودند و از میان برداشتند تا اینکه بتوانند این تطور عظیم روحی رو در امر بدی به وجود بیاورند. می‌فرمایند چهار کلمه در کتاب در بین اهل بیان بود که مورزین و منکرین بیان به این چهار کلمه استناد می‌کردند و از بابی احتراز می‌جستند. یکی این گردن دشمنان رو بزنید، دیگر این که کتاب‌های لا یسمن و لا یغنی رو که پر از مباحث الفاظ است و با لفظ شروع می‌شود و با لفظ تمام می‌شود و به جایی که مفید معنی باشد نمی‌رسد از میان ببرید، و دیگر اینکه از ملل اخرى اجتناب کنید، دوری بگزینید، معاشرت نکنید، و دیگر به محو و فناشون کمر ببندید. به همان این هر چهار صد رو از میان برداشتم، شکستم. عین کلام اینه. مورزین و منکرین به چهار کلمه متمسک. اول کلمه فزر بر رقاب یا فزر بر رقاب، و ثانی حرق کتب، و ثالث اجتناب از ملل اخرى، و رابع فنای احزاب. حال از فضل و اقتدار کلمه الهی این چهار صد عظیم از میان برداشته شد و این چهار امر مبین از لوح محو گشت. اشاره به نسخ و محو این احکام می‌فرماید و بعد می‌فرمایند صفات سبعی را به صفات روحانی تبدیل نمود، جلت ارادته و جلت قدرته و عظم سلطانه. باز مطلب دیگر اشاره می‌کنند و اون این است که در بین اهل بیان قصاص جاری و رایج بود. همین از میان برداشتم این حکم رو، برای اینکه فقط به حسب ظاهر از ترس مردم رو از ارتکاب بعضی از اعمال منع میکند. به جای اون باید توجه به خدا بتواند مانع انسان از فتنه و فساد و امور نالایقه باشه. میفرمایان در اصول و قوانین بابی در قصاص که سبب صیانت و حفظ عباده است مذکور، یعنی تصدیق میفرمایان که قصاص سبب صیانت و حفظ عباده و این هم در اصول قوانین بابی مذکوره، اما تصحیح می‌فرمایند، تکمیل می‌فرمایند. ولیکن خوف از آن ناس را در ظاهر از اعمال شنیعه نالائق من می‌نماید، اما امری که در ظاهر و باطن سبب حفظ و منع از خشیت الله بوده و هست، اوست حارس حقیقی و حافظ معنوی
باید با آنچه سبب ظهور این موهبت کبراست تمسک جست و تشبث نمود. و بعد میرسن به جایی که به عمومیت تعالیم الهی اشاره میفرمایند. دستور میفرمایند که ما توجهمون باید به عالم باشد نه به خودمون. نص کلامشون: عالم بین باشی نه خود بین. و بعد اشاره به این میفرمایند که ما در کتاب اقدس گفته ایم قبلا که باید ابواب محبت اتحاد رو باز کنید و با همه ادیان به روح و ریحان معاشرت کنید. و این آیه نازل در کتاب اقدس رو نقل میفرمایند: قلنا و قولنا الحق آشرو مع الادیان کلها به روح و ریحان. با همه ادیان باید به روح و ریحان معاشرت کرد. همین از این بیان آنچه سبب اجتناب و علت اختلاف و تفریق بود از میان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس نازل شد آنچه که باب اعظم است از برای تربیت اهل عالم. حکم احتراز از معاشرت با ادیان، دوری از آنان، جدایی از آنان رو محو کردن. حکم تنجیس اشخاص رو نهی فرمودن و با این نهی در واقع امر بهایی رو عمومیت دادن و درباره این عمومیت در اینجا تأکید فرمودن و بازم تأکید می فرمایند در جایی دیگر از لوح. می فرمایند این ندا و این ذکر مخصوص مملکتی و یا مدینه ای نبوده و نیست. امر بهایی اختصاص به قوم و نژاد و ملت و مملکت و شهر و دیاری نداره. این طور تکمیل می فرمایند: باید اهل عالم ترن با آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسک نمایند تا با آزادی حقیقی فائز شوند. تعلق به همه عالم دارد بدون اینکه اختصاص به قوم و قبیله و مملکت و ملت خاصی داشته باشد. و بعد در تکمیل این مطلب، مقدم حتی بر ذکر این کلمه اخیر که من عرض کردم، یکی از اصول تعالیم بهایی رو ذکر میکنند و آن این است که میفرمایند آنچه از لسان و قلم ملل اولا از قبل ظاهر، فی الحقیقه سلطان آن در این ظهور اعظم از سماع مشنیت مالک قدم نازل. از قبل فرموده اند حب الوطن من الایمان و لسان عظمت در یوم ظهور فرمود لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم. به این کلمات عالیا طیور افعده را پرواز جدید آموخت و تهدید و تقلید را از کتاب معلوم. وقتی امر بهایی عام تعلق به همه عالم دارد، اهل بها هم توصیه می شوند به حب عالم، و حال اون که قبلا توصیه شده بودند فقط به حب وطن. البته در اینجا باید سوء تفاهمی را مرتفع کرد که بعضی از مخالفین امر که قصد توجه به حقایق رو ندارن، فقط قصد ایراد و اعتراض دارن، این رو نشانه عدم توجه به بهائیان به حب وطن میدانن و حالی که بی‌انصافی میکنن. ما این بی‌انصافی رو قبلا در مطالب دیگر هم شرح داده ایم. در ابتدای همین بیان گفتن آنچه از لسان و قلم ملل اولا از قبل ظاهر و الحقیقه سلطان آن در این ظهور اعظم از سماع مشیت مالک قدم نازل، یعنی در واقع حکمی که داره نازل شده برای حب عالم یه مقام بالاتری است از اون که قبلا راجع به حب وطن نازل شده، نه اینکه اون رو نسخ بکنه، نه اینکه اون رو از میون ببرد. نشانش هم اینه که میفرمایند فخر نیست برای کسی که وطن رو دوست دارد، بلکه فخر برای کسی که عالم رو دوست دارد، برای اینکه حب وطن یک امری است حاصل برای انسان. مرغ هم لونش رو دوست داره، یه فرد بشر هم خونش رو دوست داره. بنابراین وطن دوستی، وطن پرستی، افتخار نمیتونه داشته باشه. مثل این هست کسی افتخار بکنه به اینکه بگم بچه هامو دوست دارم، خیلی هنر میکنه، خیلی بزرگواری نشون میده، افتخار نداره.
حیوانات هم بچه هاشون رو دوست دارن تا اون وقتی میشناسن. بنابراین صحبتی این است که خب به وطن افتخار نباید کرد، برای اینکه وظیفه است تا غریزه است. اگر افتخار کسی داره به این است که بگه من علاوه بر بچه های خودم، بالاتر از بچه های خودم، به جایی رسیدم که بچه های همه مردم رو دوست دارم. من به جایی رسیدم که علاوه بر وطن خودم به همه نوع بشر در سراسر عالم محبت دارم. یه مرتبه بالاتری است از وحدت و محبت و عمومیت که همه ادیان، همه اقوام رو همیشه در همه ازمنه سعی کردن به همین وحدت و عمومیت ارتقا بدهند، چون کلام کلی است که نشان از حقیقت دارد و هر گونه کلام که جنبه اختصاصی پیدا بکند به هر ترتیبی اون رو از عمومیت می اندازد. و در اینجا اشاره به پنج مطلب می فرمایند که شرح آن یا شرح هر کدام از اونها بیان دیگری لازم داره و باید به اجمال می گذاریم، و اون این است که در اصلاح عالم و مخصوصا در تعمیم صلح و محبت در عالم به این پنج امر باید توجه کرد. اول به اجرای صلح اکبر تا عالم از این مصارف کمرشکن جنگ فارغ و آزاد بشه. جمعیان باید وزرای بیت عد صلح اکبر را اجرا نمایند تا عالم از مصارف باهزه فارغ و آزاد شود. حتی شاید مصارف جنگ در زمان هیکل مبارک و حسب ظاهر عشر اعشار باهز بودن و کنونی خودش رو نداشت. معذالک می فرمایم با از میان رفتن جنگ است که عالم از مصارف باهز آزاد می شود. این فقره لازم و واجب چه که محاربه و مجادله اصل زحمت و مشقت است. همون تعلیمی که بهایان بون همیشه متمسک گاهی بهایان میان که شما برای تخفیف زحمت و مشقت اهل عالم کاری نمی کنید. وارون که چرا؟ همه کار ما برای از میان بردن جنگ و برقرار ساختن صلح. چرا؟ برای اینکه فرمودن و قبول کردیم که محاربه و مجادله اصل زحمت و مشقت است. مبارزه باید برای از میان بردن اون باشه اول بار. و بعد اشاره به لزوم وحدت زبان در عالم میکنن که از جمله موجبات وحدت بنی آدمه، و اشاره به تمهید وسایل الفت و محبت و اتحاد میکنن، و اشاره به لزوم تعلیم و تربیت و تعمیم تعلیم و تربیت و تأسیس صندوق عمومی تعلیم و تربیت در اختیار بیت العدل اعظم برای تعمیم معارف در عالم انسان که راهگشا به سوی حقایق است و حقیقت وقتی به میان آمد محبت و وحدت را هم خواهد آورد. و بالاخره توجه به امر زراعت که برای اون از لحاظ اهمیت مقام اول قائل می شود. البته این تعالیم رو باید جدا جدا هر کدام یکی متخصصین امر شرح بدهند، و در اینجا که مخصوص طرح اجمالی مطالب لوح دنیاست تصدیق می فرمید که نمی توان وارد تفصیل مطالب به این درجه از اهمیت شد. و نتیجه همه این تعالیم این خواهد بود که وحدت حقیقی در عالم حاصل بشه، و یکی از مراحل توحید که اصل اساس تعالیم الهی در جمعی ادیان بوده ظاهر بشه، چون توحید مراتب داره. یا حزب الله علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولن و از وساوس نفس اماره مسئول و محفوظ، ایشان از انجم سما و عرفان نزد مقصود عالمیان محسوب، احترام ایشان لازم، ایشانند عیون جاریه و انجم مضیعه و اسمار صدره مبارکه و آثار قدرت الهیه و بحور حکمت صمدانیه. طوبی لمن تمسک بهم انه من الفائزین فی کتاب الله رب العرش العظیم. الله اکبر.